با سلام و درود به شما بینندگان تلویزیون کانال یک و برنامه رمز پیروزی. در ادامه گفتگوهایی که در خصوص چه باید کرد با دوستانی که در عرصه مسائل سیاسی حضور دارن به عنوان نظریه پرداز، جامعه شناس و رهبران گروه مختلف، ما همچنان این بحث رو با این عزیزان ادامه میدیم. واقعیت اینه که اکثر مردم ایران و جامعه جهانی امروز دیگه میدونن که حکومت اسلامی ایران یک رژیم فاسد و به اصطلاح دروغگو و غارتگر و سرکوبگره. این رژیم در طی 44 سال گذشته تقریبا تمام بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، اخلاقی و فرهنگی رو از بین برده. شاخص فلاکت در استانهای هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری و مناطق دیگر تقریبا رکورد تاریخی جدیدی رو به اصطلاح ثبت کردن. نرخ فلاکت در این 8 استانی که به طور مثال ازشون اسم بردیم 60% و بقیه استان ها تقریبا 55%. خط فقر به 30 میلیون تومان رسیده، اونم در خانواده هایی که حداقل 2 نفر از اونا شاغل باشن. در هرمزگان به طور مثال اکثر مردم به خاطر اینکه نزدیک دریا زندگی میکنن شغلشون به صنعت ماهیگیری ارتباط داره. در طی روز ده ها کشتی چینی در خلیج فارس با کشتی های قول پیکر خودشون با سیستم به اصطلاح کفروبی به اصطلاح ماهیگیر میگن، ماهی های این مناطق رو سید میکنن و ماهیگیران بومی عملا دیگه با ده ها کشتی کوچکی که در اونجا داشتن با سید ماهی امرار معاش میکردن دستشون به جای بند نیست. و اتفاقا این استان و این منطقه یکی از فقیرترین مناطق کشور ما شده بر اساس همین سیاست هایی که جمهوری اسلامی در طی مدت اعمال کرده. واقعیت اینه که با رشد فقر و فلاکت در هر جامعه ای فرق نمیکنه، ایران باشه حتی در همین کشور غربی، اگر این بلا به سر مردم هر کدوم از این کشور غربی می اومد درش انواع جرائم جنحه، فساد، فحشا، دزدی، قتل، جنایت، خشونت و نابسامانی های گوناگون میتونه شکل بگیره. در نتیجه ادامه این وضعیت طبیعتا کشور ما رو به نوعی به قهقرا خواهد برد، اگرچه بنا به نظریه بسیاری از جامعه شناسان و کسانی که به ویژه در ایران زندگی میکنن، که من یه نامه مفصل از یکی از این عزیزان داشتم، حالا اگر فرصت شد شاید بهش اشاره بکنیم، که معتقده که مملکت در حال به اصطلاح فروپاشی و از بین رفتن. این فروپاشی بدین معنا نیست که جمهوری اسلامی هم داره فرو میریزه، نه، رژیم جمهوری اسلامی سر جاشه، بنیادهای اجتماعی داره به هر حال فرو میریزه به نوعی. و واقعیت هم اینه که در تمام این 44 سال علارغم همه تلاشایی که مخالفین جمهوری اسلامی ایران علیه این رژیم انجام دادن و علارغم همه اعتراضاتی که از سوی گروه‌های مختلف در ایران در مقاطع مختلف اتفاق افتاده، نتونسته این رژیم را از سر راه برداره و رژیم همچنان باقی است. این بدین معناست که به عبارتی شاید بتونیم بگیم ما راه را اشتباه رفتیم ظاهره، اما تا چه اندازه متوجه این بیراه رفتن شدیم نمیدونم. در هر حال امروز مهمان عزیزی داریم، جناب دکتر کوروش عرفانی، جامعه شناس و نظریه پرداز و در اینا کنشگر سیاسی. آقای کوروش عرفانی خدمتتون سلام میکنم و خیلی خوش آمد بهتون میگم به برنامه رمز پیروزی. زنده باشه. درود بر شما جناب اعتمادی عزیز و درود بر بینندگان محترم رسانه شما. ممنون ازتون. شما اخیرا یه مقاله منتشر کردید که خب من فرصت نشد تمام روزهای نخست باهاتون تماس بگیرم، ولی خب این بحثی بود که خب برای خیلی از ماها مطرحه. چرا ما هر کاری میکنیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون نمیشه؟ و اگر اجازه بدید من با همین سوال کلی شروع بکنم، چرا بعد از 44 سال این رژیم با همه این مختصاتی که گوشه ناچیزش امروز در مقدمه اشاره کردم سرنگون نمیشه و ما موفق نمیشیم که این از قدرت پایین بکشیم؟
بله ببینید، بحث قدرت جمهوری اسلامی نیست، بحث ضعف مخالفینش هست. جمهوری اسلامی رژیمی اشاره کردید، ورشکسته، از هم پاشیده، فاقد مدیریت، نیاز به یه تلنگر جدی داره تا بره. اما بحث بر سر ضعف‌های ساختاری هستش که در دل جبهه مخالفین قرار داره. چه جبهه مخالفین رو مردم داخل کشور بدونیم که خواهان تغییر و براندازی هستن، چه اپوزیسیون و تشکل‌های سیاسی خارج از کشور بدونیم. این ضعف‌ها رو ما تا زمانی که شناسایی نکنیم، اصرار و پافشاری بر رفتن در راهی که جواب نداده جواب نخواهد داد. جمله معروفی هست، میگن اگر 100 بار از یک راه غلط برید شما رو به مقصد نمیرسونه. ما اصرار داریم بر بکارگیری روشی در طول تمام این فرصت‌هایی که داشتیم. در همین چند روز پیش، دو روز پیش، تا روز 18 تیر بودش به طور مثال، در 18 تیر 1178، در جنبش سبز 1188، در دیما 1196، در آبان 1198، در جنبش مهسا 1402، همه اینا فرصت بوده برای اینکه بتونیم به نوعی از مانع رژیم عبور بکنیم و حسابش رو برسیم، ولی نشده. دلیل اون یک سری از خطاها یا اشکالات، کمبودها، عیبهای مشترک تمام اینها هستش که حضور داره و اجازه نمیده که ما این کار بکنیم. و تا زمانی هم که اصرار داشته باشیم از اون راه معیوب بریم، از اون روش ناقص استفاده بکنیم، باز هم جواب نخواهد داد. در 1402 هم اگر بار دیگه مردم به خیابونها بیان، قرار باشه با استفاده از همون متد، با همون الگو بخوایم جلو بریم، باز هم من میتونم ضمانت بکنم از پیش که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد. حالا ویژگی هایی وجود داره جناب اعتمادی عزیز در این مدلی که ما مورد استفاده قرار میدیم، در این الگوی رفتاری تغییرگران، براندازان، که تا زمانی که اینا رو شناسایی نکنیم و اشکالاتش رو برطرف نکنیم سر جامون باقی خواهیم موند. رژیم با هر میزان از فلاکت میتونه سر جای خودش باقی بمونه و مخالفینش رو سرکوب بکنه. سه تا ویژگی رو من میخوام اگر اجازه بدید در این الگوی ناکام، ناموفق برشمارم. یک، برمیگرده به باوری که ما داریم در مورد این که اگر خبری بشه تمام مردم بایستی متحد بشن، همه ایرانی ها باید متحد بشن، یعنی بدون در نظر گرفتن تمام اون چیزی که به عنوان شکاف های اجتماعی، طبقاتی، اقتصادی، جامعه شناختی، روان شناختی، نبود اعتماد، نبود حس همبستگی و غیره در بین ایرانی ها وجود داره که ما رو تبدیل کرده به از هم پاشیده ترین جامعه، منزوا انزواگراترین مردم در تقریبا خاورمیانه تبدیل کرده، علارغم این ما اصرار داریم بر یک اتحاد همه با همی. خب این ناممکنه. هر بارم که ما بیایم دوباره دنبال این داستان که همه مردم، همه ایرانی های داخل و خارج از کشور با هم متحد بشن در یک قالب تقریبا همه با همی، این جواب نمیده. بنابراین اولین ایده‌ای که باید بذاریم کنار این هستش که نیاز به اتحاد فراگیر و گسترده میان ایرانیان داریم تا بخوایم رژیم رو برکنار بکنیم. باید بگیم نیاز به اتحاد فراگیر و گسترده ایرانیان نداریم. این اولین نکته می‌ذاریمش کنار. دومی، همین سفارش رو جناب اعتمادی دارن برای اپوزیسیون. یعنی میان اصرار میکنن بر اینکه تمام اپوزیسیون، تمام گروه ها، تمام سازمان ها بایستی با همدیگه متحد بشن، سفارش پشت سفارش، تلاش پشت تلاش، که وردارن یه مجموعه ناهمگون از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ مواضع سیاسی، برداشتی که از شرایط دارن، نوع نظامی که میخوان، نوع آینده‌ای که پیش بینی میکنن، هیچ گونه شباهتی، هیچ گونه مخرج مشترک جدی بین اونها وجود نداره. این رو بردارن، معلوم نیست با چه فرمول معجزه‌آسایی تبدیلش بکنن به یک اپوزیسیون متحد. مردم که دیدیم چگونه با هم دیگه میتونن متحد بشن با این تشتت و پراکندگی اجتماعی، معیشتی، اقتصادی، فکری و غیره، این همین داستان رو برای اپوزیسیون هم پیشنهاد میکنن. خب اینم ناممکنه. بنابراین اینم دومین ایده ایه که باید بذاریم کنار. هرگز و هرگز به دنبال اتحاد فراگیر و گسترده در اپوزیسیون سیاسی نباشیم. اینم که گذاشتیم کنار، میایم سراغ قطعه سوم این الگویی که داریم در موردش صحبت میکنیم. اینکه تمام کشورهای روی کره زمین بایستی بیان پشت ما قرار بگیرن تا ما بتونیم بریم رژیم رو سرنگون بکنیم. بنابراین به حمایت آمریکا احتیاج داریم، به حمایت چین احتیاج داریم، روسیه احتیاج داریم، اروپا احتیاج داریم، ترکیه احتیاج داریم، همه چی احتیاج داریم تا ما رو، هوای ما رو داشته باشن بریم. حالا سوال بر سر اینه که برای چی باید اصلا این کشورها، اینا چه منافع مشترکی با هم دارن؟ روسیه و چین و آمریکا چه منافع مشترکی در قبال ایران با هم دارن؟ اروپا
اروپا چه منفعتی در برداشتن رژیم ایران داره. خیلی از این کسانی که رژیم به عنوان دشمن معرفی میکنه همیشه پشت پرده گفتن این رژیم به ما بیشترین خدمت ها رو ارائه میده. بنابراین برای چی باید بیان پشت داستان این که از ما حمایت بکنن یا از مردم ایران حمایت بکنن؟ پس سومین عنصری که باید بذاریم کنار عبارت هست از اینکه ما نیاز به حمایت گسترده دولت های خارجی و کشورهای خارجی داریم. حالا ببینید جناب اعتمادی عزیز، این سه عنصر رو که شما بذارید کنار، میبینید که پدیده‌ای به اسم اپوزیسیون و یا مجموعه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی برای ارائه راهکاری که بتونه جواب بده هیچی نداره، دستش خالیه. و برای همین هم هست شما الان برید سراغ این فعالان سیاسی و چهره ها و غیر و زاله که وقتی در جامعه یه تلاطمی به وجود میاد خیلی فعالن، هیجان زدن و در صحنه حضور دارن. حالا که خیابون ها خالی شده برید سراغشون ازشون بپرسید که چیکار باید کرد، هیچ راهی ندارن، هیچ حرفی برای گفتن ندارن. چرا؟ چون گزاره های اصلی که اومده بودن مدل حرکت خودشون رو، روش حرکت خودشون رو روی اون بنا کرده بودن، پوچ از آب در اومده، نامعتبر از آب در اومده، ناکارآمد از آب در اومده. نه مردم قادر هستن متحد بشن، نه اپوزیسیون قادر متحد بشه و نه کشورهای خارجی میان پشت این. خب شما به من بگید در نبود این سه اصل چه چیزی هستش که میتونه از طریق این اپوزیسیون سنتی که عادت کرده با این گزاره ها فقط کار بکنه، اینها رو آورده بودش 30 سال 40 سال به مردم و به ایرانی ها و غیر ذالک معرفی میکردش که اگر ایرانی ها متحد بشن، اگر اپوزیسیون متحد بشه، اگر قدرت های خارجی حمایت کنن، ما میریم و رژیم رو سرنگون میکنیم و جایگزین میکنیم. خب هیچ کدوم از اینها عملی نیستش، هیچ کدوم شدنی نیستش. اینجا هستش جناب اعتمادی عزیز که خوب که فکر میکنیم میبینیم شما با یه آسیب شناسی که من همین چند دقیقه ای رو که این سه تا نکته رو گفتم میتونم در چند ساعت بازش بکنم که نشون بدم چرا به طور مثال بافت اجتماعی امروز جامعه ایران اتحاد پذیر نیست، چرا بافت سیاسی و اپوزیسیون اتحاد پذیر نیست، چرا بافت به اصطلاح ساختارهای بین المللی قطبندی ها امروز اجازه نمیده که چیزی به اسم اتحاد برای تغییر رژیم یا رژیم چنج برای ایران به وجود بیاد. بسیار خوب، وقتی این رو قبول کردیم، فهمیدیم که دستمون خالی هست، فهمیدیم که این مسیری که تا به حال روش اصرار داشتیم میرفتیم جواب نمیده، اینجا به تدریج ذهنمون میاد معطوف میشه به اون چیزی که ممکنه متفاوت باشه، نو باشه و جواب بده. این مقاله که شما اشاره میکردید به عنوان مقاله آخرین من دقیقا روی این نکته اصرار داره که ما رفتیم کلی دور زدیم، سالهای سال، چند ده سال وقتمون رو گذروندیم با این روشی که بهش میگفتن روش مبارزه مسالمت‌آمیز، روش مبارزه غیر خشونت‌آمیز، اگر شما هیچ کاری نکنید میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. نشسته بودن تئوری میبافتن در خارج از کشور برای ما و این رو آورده بودن تبدیل کرده بودن به حرف اول اپوزیسیون، مبارزه غیر خشونت آمیز، مبارزه. حتی یادتون هستش برخی از شخصیت های اپوزیسیون گفتن من از کلمه براندازی خوشم نمیاد، اصلا براندازی نه. حاصلش این شده که دارید میبینید، حاصلش این کارنامه فضاحت باری شده که دارید میبینید 44 سال از پس یه رژیمی که قادر به تامین نان مردم نیست، اپوزیسیون و مردمی مخالف رژیم برنیومدن. به همین دلیل در این مقاله من دارم میگم که اگر رفتیم سراغ این داستان و دیدیم جواب نمیده، این روش، این مدل، این الگو، هر چی اسمشو میخوایم بذاریم، این استراتژی به طور کلی در زبان سیاسی جواب نمیده، بیایم ذهنمون رو متوجه روش هایی بکنیم که ممکنه جواب بده. و برای این منظور آقای افغانی، پیش از اینکه وارد این بخش از صحبتاتون بشید که حالا چه روشی میتونه جواب بده، اجازه بدین در مورد اون سه اصل و سه عنصری که شما گفتید که در گذشته ما بهش میپرداختیم یه توضیح رو بدم. من با شما کاملا موافقم که اتحاد احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانی غیر ممکنه. یعنی الان اگر تا یک سال پیش ممکن بود، الان که دیگه ابداً، یعنی حتی اگر بلوک‌های جداگانه اپوزیسیون هم درست بکنیم، اینا دیگه با هم دیگه متحد نمیشن. یعنی طرفداران نظام پادشاهی محاله با جمهوری‌خواه وارد اتحاد بشن با این جنگی که جنگ روانی و سیاسی که در سطح بسیار گسترده‌ای علیه غیر سلطنت طلبا راه انداختن. بله. و جمهوری‌خواه هم به نوعی تجربه کردن که در عمل اگر این جریان بخواد به قدرت برسه، مصیبت بزرگی به سر مردم ایران خواهد اومد. بنابراین اتحاد احزاب و سازمان‌های سیاسی منتفیه به گمان من. بله.
ممکنه بعضی هم از این حرف خوششون نیاد، ولی ما باید واقعیت ها رو بگیم. دو عنصر دیگه که شما اشاره فرمودید، عنصر حمایت های بین المللی بود و عنصر سوم، لاقل من فکر میکنم که ضرورت وجود یک تشکیلات، یک نیروی آلترناتیوه. اگر حالا سوال من از شما اینه که میخواییم خاطر جمع بشیم که آیا اون شکل سابق به طور کلی مردوده یا اینکه میشه از همون راه حلی پیدا کرد، اگر قید اتحاد احزاب سیاسی رو بزنیم و به جاش شرایط رو برای همسویی و همبستگی شخصیت‌های سیاسی کشورمون رو ایجاد بکنیم، صرف نظر از اینکه چگونه میاندیشن، قبلا با چه حزب و گروهی بودن، افرادی که به واقع بخوان ایران رو و ایرانیان رو نجات بدن، کمک کنن نجات بدن. بنابراین احزاب و اتحاد احزاب رو میذاریم کنار، میرسیم به مسئله حمایت بین المللی. حمایت بین المللی هم واقعیت اینه که به نظر میرسه که هنوز دعواهای بلوکای قدرت در سطح بین المللی، یک طرف چین و روسیه و کره شمالی و جمهوری اسلامی و اینا قرار گرفتن و یک طرف امریکا و اروپا و کشورهایی که در این قطب هستن. بنابراین اگر ما اون آلترناتیو رو درست بکنیم و مردم ایران هم با هم دیگه امیدوار بشن به این آلترناتیوی که درست شده، که نتیجه اتحاد احزاب نیست همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، و بعد خود به خود در اون شرایط حمایت‌های کشورهای غربی رو ما بتونیم به وجود بیاریم، آیا در اون شرایط هم شما فکر می‌کنید از این طریق نمیشه اقدام کرد؟ بله، من به طور جدی باور دارم که نمیشه اقدام کرد و دلیلش رو براتون توضیح میدم. ببینید، چه در مورد تشکل‌های سیاسی باشه، چه در مورد افراد یا شخصیت‌ها باشه، مشکل سر جای خودش باقی است جناب اعتمادی عزیز. مشکل در اینه که میزان پراکندگی ایدئولوژیک احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی اونقدره که بهشون اجازه هیچ گونه درجه قابل توجه و کارآمد و به درد بخور و قابل استفاده از اتحاد رو نمیده. میزان پراکندگی ایدئولوژیکی که بین اینا وجود داره، به همین ترتیب پراکندگی سیاسی وحشتناکی که وجود داره بین اینها به واسطه اینکه مواضع مختلف واسه شون دارن، پراکندگی وجود داره در سابقه اینها، در تاریخچه اینها، در بسیاری از موارد خیلی از هموطنان اون خواهان این هستن جریان هایی که به طور تاریخی در جبهه دشمن یکدیگر قرار داشتن، امروز به خاطر معلوم نیست چه معجزه‌ای بیان با همدیگه دوست و برادر بشن، در کنار هم قرار بگیرن. خب اینا بیشتر به شوخی شبیهه. شما در مورد شخصیت صحبت میکنید در کنار مثلا سازمان های سیاسی. شما سازمان سیاسی دارید 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر عضو داره، بعد یک نفر خودش و کت‌شلوارش میخواد بیاد بشینه کنار این سازمان، نماینده این سازمان سیاسی، و به همون اندازه حق و نظر و رأی و اینها داشته باشه. اینم جواب نمیده جز به همون شوخی های سیاسی متداول اپوزیسیون هستش. تضادهای تاریخی حل نشده ای که هنوز که هنوزه بر سر این که 28 مرداد کودتا بوده یا جنبش بوده بحث هستش. ضمن این که جناب اعتماد عزیز، هیچ کدوم از این جریان ها و شخصیت ها که دارید میفرمایید به مسئله به اسم پروژه اصلا باور و آگاهی ندارن. به اینکه سیاست پدیده پروژه محوره، یعنی شما در قالب یه پروژه، در قالب یه طرح اجرایی میتونید برید به یه هدفی برسید. اینا فکر میکنن که کار سیاست عبارت است از نشستن و صحبت کردن و کنگره گذاشتن و نشست گذاشتن و مقاله خوندن و مصاحبه کردن و اینا. اگر ازشون بپرسید که اینو چجوری به پروژه تبدیل بکنیم، همشون تبخال میزنن، برای اینکه نمیدونن پروژه چیه، برای اینکه نمیدونن مدیریت پروژه باید سوار بشه، برای اینکه شما رو مرحله به مرحله با استفاده از امکانات به سوی هدف نزدیک بکنه. شما هنوز که هنوزه نه در بین شخصیت ها، نه در بین سازمان ها چیزی به اسم طیف بندی ندارید. یادتون هستش ما در همین سری برنامه ها جناب اعتمادی عزیز با هم دیگه بحث طیف بندی رو داشتیم، گفتیم ما اصلا نمیخواد با هم دیگه متحد بشید. اون جریان هایی که خیلی خیلی به هم نزدیک هستش برید طیف تشکیل بدید، میبینید حتی از طیف بندی خبری نیستش. درگیر بحث های نظری هستن هنوز در مورد اینکه دموکراسی چیه، سکولاریسم بهتره، لایسیته بهتره، سابقه کدومش به درد بر ما میخوره، بحث های اسکولاستیک و آکادمیک و دانشگاهی که به هیچ عنوان در شرایط کنونی به کار نمیادش. دومی که برای همدیگه ارزش و اعتبار قائل نیستن، تو سر همدیگه میزنن، انتقام کشی های شخصی دارن، مسائل حل نشده از گذشته دارن، ضمن این که هیچ تجربه کار مشترکی ندارن.
اگر هم کاری کردن در قالب یه جمع چند نفره بوده، اسمشو گذاشتن سازمان حزب سیاسی، یا یه نفر بوده واسه خودش یه ارتش یه نفره رو داشته به پیش می‌برده، تجربه کار مشترک ندارن. و از همه مهمتر، اینجا من میام روی یه پارامتری که تمام اینها رو تحت شعاع قرار میده، جناب اعتماد، درک سیاسی از پدیده غیر سیاسی ندارن. پدیده غیر سیاسی جامعه است، اقتصاده. شما وقتی این رو میخواید بیارید در منظر کار سیاسی و بهش بپردازید، تعیین تکلیف بکنید برای جامعه، برای اقتصاد، برای چشم‌انداز آینده، میبایستی درک مناسب این رو داشته باشید. و این درک مناسب یک درک تخصصی هست، یک درک خاص هستش. اینجوری نیستش که هر کسی از سر راه برسه، روزنامه نگار بوده، فوتبالیست بوده، موزیسین بوده، هنرپیشه بوده، بیاد و درک سیاسی داشته باشه از تمام این پدیده ها، بخواد اظهار نظر بفرماد، منشور بنویسه و غیر و ذالک. به همین دلیل تمام این مجموعه که ما ازش به عنوان اپوزیسیون نام میبریم، در یه دنیایی، در به قول اینجا یه بابل، یه حبابی واسه خودش درست کرده از جهان ایرانی، از جامعه ایرانی، از مسائل سیاسی، و 30-40 ساله در اون داره میچرخه. شناختی نسبت به این که در جامعه ایران داره چی میگذره نداره. ببین، شما در ابتدای برنامه اشاره کردید به شاخص فلاکت. خب این به چه درد بحث ما میتونه اینجا بخوره؟ شاخص فلاکت به معنی این استش که من در اون هرم معروف نیازها که توسط روانشناس امریکایی ایتالیایی مازلو آورده شده، که داره میگه انسانها وقتی رفتن به پایین این هرم، دیگه مسائل مربوط به اعتلاء انسانی، تکامل اجتماعی، آزادی، دموکراسی، برابری، اینا براشون معنی نداره. دنبال آب و نون و هوا و زمین و اینا هستن که بتونن این سقفی بالا سرشون داشته باشن. جامعه ایران بر اساس این چیزی که داشتید میگفتید، اکثریت مطلقش، چون این آماری که دادید داره میگه نزدیک به 57% جامعه ایران زیر این شاخص فلاکت هسته. شاخص فلاکت یادمون باشه ترکیب شاخص تورم به اضافه شاخص بیکاری. 57% جامعه با مسائل ابتدایی، یعنی نان و آب و نمیدونم اینها، طرف هستش. و شما برای این میخواید بیاید بشینید در مورد سکولاریسم و لایسیته و غیر و ذالک صحبت بکنید. بنابراین من جمله آخرم در این بخش بس اینه، جناب اعتمادی عزیز، دنیایی که ما در ذهنمون به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور داریم، با واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، معیشتی جامعه ایران، دیگه هیچ گونه بند ارتباطی نداره. بنابراین این نکته که شما می‌فرمایید، اگر سازمانی تشکیل بشه، اگر شخصیت‌های بیان، نه، تا زمانی که این بند ارتباط با واقعیت اجتماعی تاریخی در داخل ایران نباشه، که شما نمیتونید 10 نفر رو کنار هم بذارید یا 100 نفر رو کنار هم بذارید چیزی رو تغییر بده. به همین دلیل من این رو به عنوان پاسخ مشخص به سوال شما در مورد اینکه اگر یه سازماندهی وجود پیدا بکنه، رهبری وجود پیدا بکنه، دارم خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، در سیاست ما یه بحثی داریم جناب اعتمادی به اسم هژمونی. هژمونی به معنی دست بالا رو پیدا کردن در یه مجموعه هستش. این دست بالا رو پیدا کردن با این فرمول های فرسوده جواب نداده گذشته به دست نمیادش از جانب هیچ سازمانی، چه سازمانی که خودش رو پرشمارترین و قوی ترین نیروی اپوزیسیون میدونه، چه 2-3 نفری که به صورت محفل جمع میشن. هیچ کدوم از اینها قادر نخواهند بود هژمونی رو به دست بیارن، یعنی دست بالا رو به دست بیارن، تا زمانی که خودشون رو به واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، معیشتی ایران پیوند بزنن. از زمانی که این پیوند به صورت ارگانیک به وجود اومد، جامعه شروع میکنه خودش رو در گفتمان این هژمونی پیدا کردن. دیگه نیاز به این ندارید که برید رئیس جمهور سابق و نخست وزیر 15 سال پیش یک کشور رو بردارید بیارید از قبل اونها بخواید هژمونی خودتون رو سوار بکنید. جامعه میبایستی خودش رو، دردهاش رو، مطالباتش رو، خواستهاش رو در گفتمان شما پیدا بکنه. اگر پیدا بکنه، شروع میکنه با شما همراهی کردن. اگر راهکار بهش بدید، اون راهکار رو دنبال کردن. اینجوری هستش که در عمل شما میتونید دست بالا رو پیدا بکنید، و چون دست بالا رو پیدا میکنید، میتونید خط بدید، میتونید لید بکنید. کلمه لیدر از لید کردن میاد، راهبری، میتونید راه رو نشون بدید، میتونید مسیر بدید. سایرین دقت بکنید جناب اعتماد عزیز، در سیاست هژمونی متعلق به نیروییه که دیگران رو نه به واسطه خواست اونها، نه به واسطه اراده اونها، به واسطه اجبار و الزام پشت سرش خودش به خط میکنه. اینو بهش میگن نیروی هژمونی، و ما این نیرو رو نداریم در اپوزیسیون. تمام نیرو... یه جمله فقط،
تمام اپوزیسیون شما میبینید وقتی میخوان دو تا سه تا نیرو رو با خودشون همراه بکنن نام میبینید وارد مذاکرات طولانی، منشور نویسی، تعارف کردن، التماس کردن و اینا میشن. این که بحث هژمونی نشد، هژمونی اینه که شما چنان عمل کرده باشید که وقتی میفتی جلو همه خودشون رو ملزوم ببینن، لازم بدونن بر خودشون، ضرورت بدونن بر خودشون که پشت سر شما را بیفتن. بفرمایید. خب اجازه بدید باز پیش از اینکه برسیم به طرح شما که چه کار باید بکنیم، یه سوال دیگه ازتون بپرسم و اون اینه که بعد از این جنبش زن زندگی آزادی در درون خود حکومت هم یه تغییر و تحولاتی پیش اومد، یعنی به عبارتی حداقل برخی از عناصر شناخته شده وابسته به این حکومت که 44 سال در خدمت این رژیم بودن، کسایی مثل آقای مهدی نصیری اومده و علنا علیه این نظام رهبری صحبت میکنه، میگه جمهوری اسلامی باید بره و غیره و غیره. حالا آقای میرحسین موسوی و آقای خاتمی و آقای تاجزاده و خانم فائزه هاشمی از اصلاح طلبان دیروز و امروز هم اونها اومدن به نوعی در برابر وضع موجود موضع گیری کردن. سوال من اینه که آیا این تغییراتی که پیش آمده به خصوص در رابطه با چهرهای مثل این آقای مهدی نصیری با اشاره به این نکته که احزاب سیاسی خارج از کشور نمیتونن در ایران تحولی رو ایجاد بکنن، عملا هم شما تو صحبتاتون گفتید الان در ایران یه مقدار رکود به وجود اومده در رابطه با اعتراضاتی که در جریان بود، این احزاب هم دیگه حرفی برای گفتن ندارن، منتظر میمونن تا احتمالا اعتراضات بعدی شروع بشه بس بعد بیان وسط. همین بازیایی که این بار در آوردن، کنفرانس های اینجا و اونجا و منشورهای 10 ماده‌ای و 20 ماده‌ای و 15 ماده‌ای رو مطرح کنن و به مردم بگن ما آماده شدیم میخواییم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، به ما بپیوندید. اینها ادعاهای بیپای و اساسه و من کاملا با شما موافقم. به خاطر اینکه باز برسیم به اون مرحله‌ای که شما نظر خودتون رو تر خودتون رو بخواید بگید، سوال من اینه که این بخش از عناصری که از رژیم جدا شدن آیا میتونن تغییر و تحولاتی رو در جامعه ایران به وجود بیارن؟ نه نمیتونن جناب اعتمادی عزیز. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینید زمانی که جنبش اصلاح طلبی در ایران در 1376 راه افتاد، یادتون باشه با همین ایده بود دیگه که آقا فشار از پایین بیارید ما بتونیم از بالا چانه زنی بکنیم و به این ترتیب تغییر به وجود بیاریم. 1376 من یه مقاله انتشار دادم و در قالب یه کنفرانس دانشگاهی ارائه دادم در جمع عظیمی از ایرانیان طرفدار خاتمی و جریانات اصلاح طلب در فرانسه و بهشون گفتم دلیل اینکه من با آینده جریان اصلاح طلبی به اصطلاح بحث مخالفت نبود، گفتم نسبت بهش ناامیدم، اینه که اینها دارن قول تغییراتی رو میدن که ابزارهای ایجاد اون تغییر رو در اختیار ندارن. دقت میکنید؟ ببینید این بحث الان هم صادقه در مورد میرحسین موسوی که در حصر، در مورد آقای نصیری، در مورد آقای خطری، در مورد آقای زیبا کلام، غیر و ذالک. ببینید اینا کسانی هستن که همین کاری که اپوزیسیون داره میکنه این روایت داخل کشوریش هستش. اپوزیسیون در مورد شرایط ایران صحبت میکنه، حرف میزنه، مصاحبه میکنه، کلاب هاوس میذاره، اونا هم دارن همین کار میکنن. یه ذره روایت هاشون با هم دیگه متفاوته. سیاست عرصه قدرته. تا زمانی که شما ابزارهای قدرت رو در اختیار نداشته باشید در سیاست فقط و فقط در قالب سیاست شناس میتونید باشید، سیاست گو میتونید باشید، در موردش بشینید حرف بزنید. شما نگاه بکنید الان ما سازمانهای سیاسی داریم در اپوزیسیون که اسمشون حزب، سازمان، جبهه هست، نمیدونم چیه، ولی کارشون تقلیل پیدا کرده به صحبت در مورد مسائل سیاسی. تلویزیون دارن، نشریه دارن، مصاحبه دارن، کنفرانس دارن، کنگره دارن، صبح زور نشستن 30 ساله 40 ساله در موردش دارن صحبت میکنن. همین کارو آقای به اصطلاح این اصلاح طلبان و دار و دسته نمیدونم باقی و غیر و ذالک و اینها دارن در ایران انجام میدن. زید آبادی و اینا مگه دارن چیکار میکنن؟ دارن حرف میزنن. 30 ساله 40 ساله دارن در مورد مسائل سیاسی حرف میزنن. بنابراین نه جناب اعتمادی عزیز، نه امید به اپوزیسیون حراف خارج کشور هستش، نه شبه اپوزیسیون مخالف نظام. اینو فراموش نکنید. خودشون بخشایی از مافیاهای درون نظام بودن که الان به خاطر انحصار مافیایی که دست راستی‌ها پیدا کردن
اینا رو از حیطه قدرت انداختن بیرون. و الا یادتون باشه همین اصلاح طلبان وقتی رأس کار بودن کلی داشتن در قالب مافیاهای نفتی و غیر و زالک و اینها پول میساختن. الان چون بیرون انداختن شستن دارن غرغر میکنن. به محض اینکه یه مقداری دریچه براشون باز بکنن که برگردن سهمی از قدرت بگیرن، سهمی از ثروت بگیرن، خواهید دید که اونها هم به راحتی به تمام این شبه آرمانهایی که مطرح میکنن پشت میکنن. بنابراین این نیستش. و لذا من میخوام بگم که اتفاقا خیلی خوب شد که اینو شما مطرح کردید به مثابه یه چکلیستی که ما میبایستی ببینیم تا الان چی کار میکردیم و جواب نداده، اینها رو چک بکنیم بذاریم کنار تا بیایم روی اون چیزی که میتونه جواب بده. هر موقع که صلاح دونستید میتونیم بحث رو هدایت بکنیم به سمت اینکه اگر قرار باشه از دل این شبه بنبستی که حاکم شده بر شرایط چیزی بیرون بیادش، میتونیم بریم به سراغ اینکه چه روشی احتمال داره جواب بده. آقای عرفانی یه سوال دیگه به نظر خودم مهمه، اگر محبت کنیدم جواب بدید بعد بریم سراغ طرحشون. بله با کمال میل. اگر وضع رژیم به همین صورت باقی بمونه، وضع اپوزیسیون هم به همین صورت باقی بمونه، چه پیامدهایی برای ایران و ایرانیان داره؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید جناب اعتمادی عزیز، در تمام دنیا یه ردبندی برای چیزی که بهش بحران‌های ساختاری میگن وجود داره. در کشورهای دموکراتیک به محض اینکه وضعیت اقتصادی خراب میشه، این ساختار سیاسیه که به هم میریزه. چرا؟ چون نتونسته از پس مدیریت ساختار اقتصادی بر بیاد، بنابراین میان برکنارش میکنن. بسیار خوب، پس اول ساختار سیاسی دگرگون میشه، بعد یه تیم جدیدی میاد ساختار اقتصادی رو درست میکنه، ساختار اجتماعی نفسی میکشه. در کشورهای دیکتاتوری این روند متاسفانه وجود نداره. در نتیجه وقتی وخامت اقتصادی به وجود میاد، ساختار سیاسی با سرکوب و حقه بازی و دروغ و غیر و زالک خودش رو مسئول میدانه از این وضعیت. مثل وضعیتی که الان تو ایران وجود داره، کار نیست، تورم هست، آب نیست، برق نیست، غیر و زالک. شما میبینید دستگاه دولت چجوری خودش رو کشیده کنار، ساختار اقتصادی اول فرو میپاشه. به واسطه فروپاشی ساختار اقتصادی الان اتفاقی که داره میفته، روزنامه آفتاب امروز مطلبی رو منتشر کرده، میگه زلزله اجتماعی اومده تو ایران، هیچ کس خبر نداره. مردم دارن دختراشون رو میکشن، زناشون رو دارن میکشن، ملت داره خودکشی جمعی میکنه، پدر مادر با بچه ها دارن خودکشی میکنن و غیر و زالک کسی تکون نمیخوره. ببینید ساختار اجتماعی هم داره فرو میپاشه. در کشورهایی مثل ما ساختار اقتصادی فرو میپاشه، ساختار اجتماعی به دنبالش دچار ریزش میشه، ته قضیه هستش که ساختار سیاسی دچار بحران میشه. و این به معنی این هستش که ما عملا یک کشور تقریبا در مرز جنگ داخلی خواهیم داشت. یعنی جنگ نان، جنگ آب، نمیدونم گرسنگان، شورش گرسنگان و غیر و زالک. این آینده‌ای که داره پیش بینی میشه. ضمن اینکه از چند وقت پیش که سازمان ملل اومد یه بیلانی رو ارائه داد، جناب اعتمادی گرامی یه بحث تازه رو مطرح کرد تحت عنوان فروپاشی اقلیمی. در ایران فروپاشی اقلیمی آغاز شده. اولین تصاویر از طوفان‌های نمک دریاچه ارومیه امروز به دست رسانه‌ها رسیده که ما می‌دونیم یکی از فجایع زیست‌محیطی تاریخ ایران رو به وجود خواهد آورد، اینطور که کارشناسا گفتن. پس ببینید، اگر می‌خواید به پرسش مشخص شما من بخوام پاسخ بدم، می‌خوایم بدونیم که ادامه این بن‌بست به کجا می‌کشه، عبارت است از فروپاشی یکی بعد از دیگری این ساختارها اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به همراه فروپاشی اقلیمی. و من در برنامه‌های تلویزیون دیدگاه به صورت مداوم دارم این رو به بینندگان عموم میگم. هموطنان عزیز، ادامه این روند عبارت است از محو ایران از نقشه جهان. همین امروز شما نگاه بکنید، روسیه و کشورهای عرب در کنفرانسی که داشتن با هم دیگه دوباره اعاده کردن، ادعا کردن مالکیت جزایر ایرانی رو. چرا؟ چون میدونن حاکمیت که در ایران هست ماندگار نیست، چون میدونن که این مجموعه در حال فروپاشی است و از الان دارن براش نقشه میکشن. بنابراین ترکیبی از فروپاشی داخلی به اضافه فشارهای خارجی، جناب اعتمادی عزیز، به نظر من چیزی به عنوان آینده ایران و ایرانی به جای نخواهد گذاشت، مگر اینکه درست در دقیقه 90 که داریم میریم به لبه پرتگاه که پرت بشیم، یه بخشی از جامعه ایرانی به خودش بیاد و وارد مسیری بشه که بتونه از طریق اون مانع از این سقوط تاریخی و تمدنی بشه. بسیار عالی. آقای عرفانی، این قسمت توضیحات آخرتون در ایران، بسیاری از کسانی که مسائل ایران رو با دقت دنبال میکنن و اهل سیاست هستن نظر شما رو دارن، یعنی ادامه این وضعیت
یک معنا ایران رو به اضمحلال کامل کشوندن، این که حالا طریق جنگ داخلی یا قحطی و گرسنگی و ناامنی و ایناست، به هر حال به یک چنین شرایطی ما نزدیک خواهیم شد. حالا سوال بعدی رو بر اساس همون اشاره که خدمتتون کردم، چه کار باید کرد؟ ببینید جناب اعتماد عزیز، اول نباید اون کاری رو که جواب نمیده کرد. این نخستین پیش شرط در واقع یافتن یه راه حله. گفتیم اون چیزایی رو که میدونیم جواب نمیده، اصرار داشتیم 30-40 سال برش بذاریم کنار و بیایم متمرکز بشیم رو اون چیزی که جواب میده. من در هفته های اخیر که اتفاقاتی در فرانسه افتاد الهام گرفتم برای اینکه به هموطنانمون این پیام رو برسونم که بخشی از جامعه فرانسه، جوانان سرخورده حاشیه نشین های شهرهای بزرگ، متوجه شدن که حتی در کشوری که دموکراسی داره، انتخابات داره، احزاب داره، سازمان های سیاسی آزاد هستن، سندیکا وجود داره، مطبوعات آزاد وجود داره و غیر ذلک، متوجه شدن که این روش مبارزاتی که بریم وایسیم یه پلاکارد بگیریم دستمون، هی دور خودمون بچرخیم و شعار بدیم و غیر و ذلک و اینها جواب نمیده. و سوال من این بوده که اگر در کشورهایی که بارقه قوی دموکراسی دارن، سابقه و پیشینه دموکراسی 100 ساله 200 ساله دارن، این روش مبارزاتی شروع کرده جواب ندادن، چه اتفاقی افتاده؟ چرا دیگه مثل سابق جواب نمیده؟ و اینجا متوجه میشیم شرایط جهانی تغییر کرده، شرایط سرمایه‌داری جهانی، اقتصاد جهانی تغییر کرده به نحوی که پاسخ دادن به مطالبات اجتماعی، پاسخ دادن به مطالبات محرومین و نمیدونم لایه‌های ضعیف جامعه و اقشار آسیب دیده و مستمند و غیر و ذلک به نفعش نیست، اصلا مسئلهش نیست، موضوعیتش رو از دست داده. بنابراین اینا رو سر کار میذاره، سرکوب میکنه. دیدید در فرانسه هم جلیق زردها رو سرکوب کرد، کسانی رو که اومده بودن برای سن بازنشستگی اعتراض میکردن سرکوب کردش. حالا من نکته‌ای که در مقاله دارم عنوان میکنم اینه که اگر وضعیت اقتصاد جهانی به نحوی شده که طبقات حاکم و حکومت‌ها به عنوان نمایندگان طبقه حاکم دیگه قادر نیستن به مطالبات مردم به طور عادی و مسالمت‌آمیز جواب بدن و فقط زبان سرکوب دارن پیش می‌گیرن، خب در مورد کشور ما که 150-200 سال از اون دموکراسی فعلی فرانسه حتی فاصله داره، من و شما چرا میبایستی خودمون رو معطل روش مبارزه ای بکنیم که فقط و فقط تا به حال جوابش رو با گلوله رژیم جمهوری اسلامی داده، با سرکوب شدید و خشن داده، با دستگیری و شکنجه و اعدام معترضین داده؟ برای چی میبایستی ما به خاطر صحبت‌های 4 تا رسانه یا 4 تا پژوهشگری که دارن از دانشگاه‌های خارج از کشور حقوق ماهیانه میگیرن اومدن زیر گوش من و شما نشستن راجع به مبارزات مسالمت‌آمیز صحبت کردن، مبارزات غیر خشونت‌آمیز صحبت کردن گوش بدیم و وارد مسیری بشیم که میدونیم جوابی برامون نداره جز اینکه هر بار اومدیم زدن لت و پارمون کردن، بهترین جوانهامون رو زدن کشتن. در آبان 98 نزدیک به 4500 نفر رو طبق غیر آمار غیر رسمی، 1500 نفر رو طبق آمار رسمی کشتن. در همین جریان جنبش مهسا که مسالمت‌آمیزترین جنبش بودش، 700 نفر رو در خیابان‌ها اینا زدن کشتن، 30000 نفر رو بازداشت کردن. حالا اصلاح طلبان از گذشته یه بخشی هم از خارج از کشور، جریان های شبه اپوزیسیون، اینا همه 30 سال نشسته بودن از زمان خاتمی تا حالا زیر گوش ما خونده بودن که یگانه راه ایجاد تغییر در ایران عبارت است از مبارزه مسالمت‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز. ما میبینیم جواب نمیده. بنابراین رسیدیم به دقیقه 90، کشور در آستانه فروپاشیه. 99% مشکلات این کشور داره از عملکرد و رفتار حکومت نشأت میگیره، ناشی میشه. و الان نشستیم به خودمون میگیم ما با اینا چی کار بکنیم؟ اگر به ما گفتن مسالمت‌آمیز، آخه مسالمت‌آمیز که هر بار میریم یه چیزی میگیم گله میزنن، ساچمه میزنن تو چشممون یا گله میزنن تو قلبمون یا بچه‌هامون رو میگیرن میبرن زندان اعدام میکنن، چی کار باید بکنیم؟ اینجا من فکر میکنم جناب اعتمادی عزیز، عقل، نه هیچ ایدئولوژی، نه هیچ باور ایدئولوژیکی، عقل، خرد، واقع‌گرایی، اون چیزی که بهش شعور عمومی آدمی میگن، داره به ما دیکته میکنه که دنبال راهی که رفتید و جواب نداده نرید. مبارزه مسالمت‌آمیز، مبارزه غیر خشونت‌آمیز جواب نمیده.
هر کسی هم که تا به حال اومده اینو تئوریزه کرده رفته به پای اجراش، خود اون رو هم گرفتن سرکوبش کردن و نمیدونم هزار بلا به سرش آوردن، مثل مثلا اصلاح طلبان خارج از داخل کشور. بنابراین مردم ایران الان در بر سر یک دوراهی خیلی روشن هستن، یا میبایستی انفعال پیشه کنن، انتظار پیشه کنن و بگن ما که نمیخوایم مبارزه غیر خشونت آمیز بکنیم، بنابراین صبر بکنیم که با گرسنگی و فقر و مشکلات اقلیمی و بیابی و جنگ آب و احتمال درگیری نظامی و اینا ایران و ایرانی از بین بره. اینو یه عده قضا و قدرگرا هستن و الان حتی رفتن به سمت خودکشی کردن، رفتن به سمت نمیدونم روانپریشی، افسردگی و غیر و ذلک، این راه رو پیش گرفتن. حالا من میگم یه راه دومی هم وجود داره و اون این که اگر این باور رویایی مبارزه مسالمت‌آمیز رو کنار بگذاریم، در مقابل روش قرار میگیریم که بهش میگم مبارزه قهرآمیز. در مبارزه قهرآمیز شما به دنبال پیدا کردن فضایی برای آشتی کردن با حاکمیت، برای مذاکره کردن و معامله کردن و نمیدونم انتخابات برگزار کردن و این داستانها دیگه نیستید، براتون ماهیت حاکمیت روشنه و میدونید با چه زبانی باید با او صحبت کرد، میدونید یگانه روشی که با این رژیم ها جواب میده چی هستش و دل و جرأتش رو دارید، شهامتش رو دارید، درک اون رو دارید، آگاهی اون رو دارید، اراده اون رو دارید، میاید این روش رو که بهش میگن روش مبارزه قهرآمیز، این رو پیشه میکنید، میرید جلو. مبارزه قهرآمیز اسمش روشه دیگه، قهر میکنید شما با حاکمیت. دیگه فضایی و شرایطی و جایی و امکانی و فرصتی برای اینکه بخواید باهاش وارد تعامل بشید ندارید، فقط و فقط میرید روی استراتژی حذف حاکمیت. و میدونیدم که این با روش رفتن سر خیابون وایسادن و دوتا شعار دادن و پشت پنجره شعار دادن حذف نمیشه، باید به طور فیزیکی برید حذفش بکنید. در روش مبارزه قهرآمیز که ما بهش مبارزه قهرآمیز مردمی، مبارزه قهرآمیز اجتماعی میگیم، که با روش مبارزه قهرآمیز چریکی و مسلحانه چریک شهری و غیر و ذلک و اینها متفاوته، اون ارزش و کارکرد و کار خودش رو داره. ما داریم در مورد شرایط صحبت میکنیم که مبارزه قهرآمیز بایستی خصلت مردمی پیدا بکنه، خصلت اجتماعی پیدا بکنه تا گسترده بشه و بشه کار یک رژیم تا دندان مسلح رو یک سره کردش. به نظر من جناب اعتمادی عزیز، چون وقتمون کوتاهه، این رو عرض میکنم، اگر تمرکز از روی این روش های شکست خورده و ناکام قبلی بلند بشه، بیاد بر روی روشی که تا به حال کسی در موردش زیاد صحبت نمی‌کرده، یا جرأت نداشته صحبت بکنه، یا اینکه منافعش ایجاب می‌کرده صحبت نکنه، یعنی روش مبارزه قهرآمیز اجتماعی، روش مبارزه قهرآمیز مردمی، تمرکز بکنیم روی این. اینها روش سازماندهی خودش رو داره، روش تجهیز خودش رو داره، روش تهیه و تدارک لوجستیک خودش رو داره، لیدرشپ خودش رو لازم داره، هژمونی خاص خودش رو لازم داره که باید اگر بعداً فرصت بود در بحث‌های دیگه مطرح بکنیم، ولی روشی هستش که میتونه برای رژیم‌های ضد دموکراتیک، ضد مردمی، ضد ملی مثل جمهوری اسلامی جواب بده. روش مبارزه قهرآمیز میاد و سعی میکنه با تهاجم به ساختار مادی، با ساختار فیزیکی رژیم، اون رو از صحنه حذفش بکنه. به محض اینکه شما تونستید حذفش بکنید، کشور در دست نیروهایی قرار میگیره که قادر هستن از ضرر و زیان ساعت به ساعتی که رژیم جمهوری اسلامی داره به کشور وارد میکنه چیکار بکنن؟ جلوگیری بکنن و شروع بکنن به تزریق کار مثبت برای نجات کشور در واقع. آقای کوروش عرفانی، بسیار ممنونم از بحث امروزتون، اما درست به این نقطه رسیدیم که باید حالا این روش قهرآمیز شکل و جزئیاتش رو باید باز کرد و برحال بهش پرداخت. نکته بسیار مهمیه، ضمن اینکه پرسش‌های دیگه هم وجود داره. مردمی که تو در با روش مسالمت‌آمیز نیومدن تو عرصه مبارزه، همین مبارزاتی که الان شاهدش بودیم تا این 9 ماه اخیر، باید ببینیم چگونه این مردم رو میشه که قطعا فاکتور ترس یکی از عوامل اصلی بود که حتی در اون رژیم به اون شیوه مبارزه هم نیومدن. در نتیجه من فکر میکنم من باید گفتگوی دیگه با شما حتما در هم برنامه داشته باشیم که راجع به این جزئیات بیشتر شما صحبت بکنیم. حتما، با کمال میل. ازتون بسیار سپاسگزارم. به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم به اتفاق آقای دکتر کوروش عرفانی. تا برنامه دیگر، تا جمعه، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.